صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ta'ala ra sapasgozar hastam ke barayam tawfiq dad ta dar barname digar az barname rahnamud sunnat ba khidmat shoma azizan qarar begiram. Binandagan aziz va girami, bale bahs ma dar mawrid تبرکهای ممنوع و غیر مشروع است که به دو مورد از موارد بحث کردیم و صحبت کردیم و اشاره نمودیم در مورد تبرکهای غیر مشروع به رسول الله صلی الله علیه و سلم که به قبر پیامبر علیه السلام و همچنان به مکان تولد پیامبر علیه السلام بود. یکی دیگر از این بدعات و منکراتی که متاسفانه وجود دارد و نسبتش در واقع به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده می شود این است که بعضا از مردم در بعضی از اماکن و در بعضی از جاها بعضی از مسلمان ها اماکنی را گرفته اند و نامگذاری کرده اند که اینها قدمگاه رسول الله است، یعنی این اماکن مسما شده به قدمگاه پیامبر علیه السلام و در آنجا می روند، آن مکان را می بوسند، در نزد آن مکانها دعا می کنند و نیایش می کنند و در واقع می خواهند که به قدمگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم تبرک بجویند و به این قسم خودشان را به الله سبحانه و تعالی نزدیک بکنند. اما اینکه این زعم مردم هست و فکر می کنند که این چنین است، فکر میکنن که در اینجا قدمگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، این خودش نیاز به دلیل دارد و باطل است و هیچ نوع دلیلی برای ما وجود ندارد. یعنی میتوان گفت به طور کل هیچ دلیل معتبر، هیچ دلیل مستند و صحیحی وجود ندارد که قدمگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای ما ثابت کرده باشد، بلکه اینها شایعاتی است که بر زبان مردم مشهور شده و به زبان مردم افتاده. حتی اکثر مورخین، حتی اکثر محققین و اکثر علما و حفاظ این موضوع را رد کرده اند و رد بر این صحبت کرده اند که بینندگان عزیز و گرامی برای معلومات بیشتر، کسی که معلومات می خواهد که اقوال محققین را در این مورد بداند، می تواند که به کتاب آثار النبویه مراجعه بکند، صفحه 68 و 69 این موضوعات را از نزدیک مشاهده بکند و ببیند. صاحب کتاب آثار نبویه چی زیبا در این مورد می فرماید که در اینجا گفته اش را به خدمت بینندگان عزیز نقل می کنم. می گوید که سنگ های مشهور به قدمگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که وجود داره 7 مورد است. میگوید 4 مورد در مصر هست، 1 مورد تخت سنگ در بیت المقدس هست و 1 مورد دیگر در قسطنطنیه و 1 دیگر در طائف که سنگ سیاهی هست که میگه هیچ کدام از اینها با دیگری مشابه نیست. این قدمگاه ها هیچ کدام با یک دیگه هم مشابه نیستند، چون دروغه، چون دلیل نداره، چون دلیل معتبر وجود نداره. این هم میگه قدمگاه پیامبر بوده، او هم میگه قدمگاه پیامبر بوده و 7 تای اینها با همدیگر مشابهن، فرق میکنن. 7 تا با همدیگر متفاوته، فرق میکنه. این موضوع را صاحب کتاب آثار نبویه در صفحه 53 مطرح میکنه. بنابراین کسانی که
آنها در واقع اشعاری که بعضی از شعرا برای قدمگاه پیامبر علیه الصلاه و السلام گفتند هیچ اصالت و هیچ دلیلی ندارد، هیچ اصل و اساسی ندارد، بلکه بر اساس گمانها و بر اساس وهمها هست که همچون چیزهایی از ذهن آنها تراوش میکند، ورنه حقیقت چیز دیگری است. شعر برای ما دلیل نمی شود، بلکه کتاب خدا و سنت پیامبر. شعر باشه باید در ترازوی قرآن و سنت گذاشته بشه. برای ما دلیل نیست که برای ما شعرا شارع نیستند که برای ما شریعت بگویند و برای ما شریعت خود را از آنها بگیریم، دین خود را از آنها بگیریم. این گونه نیست. و همچنین حالا یکی این که دلیل اول گفتیم که اینها ثابت نیست، آن هفت مورد با هم مشابه نیستند و ثابت نیست، محققین خلافش را میگویند. دوماً اگر این که ثابت هم باشد، ما از سلف صالح چیزی نداریم تحت این عنوان که برویم تبرک بجوییم به قدمگاه پیامبر علیه السلام. دلیل مستندی در این مورد وجود ندارد که سلف صالح رضوان الله علیه مجمعین، صحابه، تابعین، تبع تابعین و بزرگان دین کدام کسی رفته باشد و گفته باشد که اینجا قدمگاه پیامبر علیه السلام هست و بعد با آنجا تبرک جسته باشد. همچون چیزی ثابت نیست. علامه ابن تیمیه رحمه الله در این مورد حرف جالبی دارد. او هم همین را میگوید. میگوید کسی که به قصد نماز و دعا میرود و میگوید اینجا قدمگاه پیامبر است یا قدمگاه اهل بیت است، قدمگاه حضرت علی است، قدمگاه حضرت فاطمه است و به این ترتیب قدمگاه های یکی از شیوخ است، میگوید اینها همه از بدعت هایی است که منکر است، از جمله بدعات منکر است که متاسفانه اینها را ضد سنت پیامبر علیه السلام هستند و رسول الله صلی الله علیه و سلم همچون چیزهایی را برای ما مشروع نکردند و هیچ یک از سابقین اولین هم این کارها را انجام ندادند. بعد میگوید که و هیچ یک از ائمه مسلمین اینها را در واقع از جمله مستحبات ندانستند، بلکه میگوید که بل هو من اسباب شرک و ذرائع الافک، اینها از جمله اسباب شرک که انسان را به شرک در واقع مبتلا میکنه و انسان را به شرک نزدیک میکنه. پس بنابراین با این وجود که وقت آثاری از قدمهای مبارک پیامبر علیه السلام وجود نداشته باشه، از دروغ ما بیاییم برای خود سنگ بتراشیم و بعد قدمگاه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بسازیم و بعد مردم را دعوت بکنیم به سوی عبادت و به سوی تبرک جستن به آن، این کار خلاف شرع است، این کار خلاف دین هست. در خیلی از جاها این وجود دارد، میگوین این پای حضرت علی است، این دست حضرت علی است، این دست حضرت فاطمه است، این پای فلانی است، این دست فلانی است، به همین ترتیب، در حالی که همه دروغ است، همه اش دروغه. حالا اگر این که راست هم باشه، ما اجازه نداریم که به اینها تبرک بجوییم، چون نه صحابه تبرک جستن، نه رسول الله صلی الله علیه و سلم تبرک جستن و نه هم کدام یکی از ائمه مسلمان ها، ائمه‌ای که مسلمان‌ها اونها را قبول دارند این کار را انجام دادند. پس ما با کدام دلیل این کار را انجام می‌دهیم؟ با کدام مدرک انجام می‌دهیم؟ با کدام دلیل معتبر و با کدام استدلال که مورد فهم انسان عاقل باشد ما این کار را انجام می‌دهیم؟ با کدام عقل، با کدام بینش ما این کار را انجام می‌دهیم؟ و ثالثاً این که ما در مورد قدمهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتیم که وجود ندارد، اما در مورد قدمگاه حضرت ابراهیم علیه السلام ثابت است، وجود دارد. مقام حضرت ابراهیم جای قدمگاه حضرت ابراهیم علیه السلام هست. خداوند جل جلاله ما را دستور داده که در نزد مقام ابراهیم علیه السلام نماز بخوانیم، ولی هیچگاهی ثابت نیست که
رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجودی که ثابت است، یعنی ثابت است بر این که اینجا قدمگاه حضرت ابراهیم هست، هیچ گاهی ثابت نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه، بزرگان، ائمه، کدام کسی آمده باشد جای قدم حضرت ابراهیم علیه السلام را بوسیده باشد، مس کرده باشد، تبرک جسته باشد. حتی علما این کار را بدعت میگویند. این که کسی برود مقام ابراهیم علیه السلام را مس کند، دست بکشد، یا این که مقام حضرت ابراهیم علیه السلام را ببوسد، علما میگویند بدعت است این. با وجودی که ثابت است، با وجودی که ثابت است اینجا قدمگاه حضرت ابراهیم هست، اما در مورد قدمگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. در مورد قدمگاه هر کس دیگری هم که باشه غیر از رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اگر چه ثابت هم باشه، جایز نیست، درست نیست. پس ای مسلمان از این عمل بدعت باز آی، از این عمل منکر باز آی، خودت را خسته نکن، خودت را اذیت نکن. نه اینکه ثواب نمیگیری، بلکه مرتکب گناه و مرتکب معصیت میشوی. پس از خدا بترس و دست از بدعت بکش و دست از این کار بکش، چون این به درد تو نمیخورد. آنچی را که شریعت گفته با آن تبرک بجوی، با آن دست بزن. این در مورد بعضی از مواردی که تبرکهای غیر مشروع و تبرکهای بدعی و منکری بود که و بعضن تبرکهای شرکی بود که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ورزیده می شد که به خدمت بینندگان عزیز بیان گردید. ان شاء الله بعد از میان برنامه در مورد تبرکهای غیر مشروع به آثار صالحین به خدمت شما بینندگان عزیز مطالبی را بیان خواهم کرد. حالا یک میان برنامه می گیریم و بعد از میان برنامه به خدمت شما دوستان عزیز خواهم بود. وصال حق، گامی در راستای بیداری. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله، بحث ما در مورد تبرکهای غیر مشروع و ممنوع می باشد. بینندگان عزیز و گرامی، در مورد تبرکهای غیر مشروع و ممنوع که در ارتباط به رسول الله صلی الله علیه و سلم می گیرید، فخدمت شما بینندگان عزیز بیان گردید. اما بعضی از تبرکهایی هست که نامشروع و بدعی و منکر که همچنان به اولیاء الله هم صورت می گیرد که نیاز هست در مورد اینها هم و خدمت شما بینندگان عزیز مطالبی بیان گردد. بله، ما در بحث تبرک مشروع به صالحین بیان کردیم که انسان می تواند از علم صالحین تبرک بجوید، یعنی از علم آنها برای خودش کسب بکند یا از علم آنها استفاده بکند، در مجالس درس آنها، در مجالس تلاوت آنها، در مجالس علمی آنها بنشیند و با آنها هم کلام شود. و این با هم نشینی و هم کلامی با آنها به دست می آید که انسان می تواند با هم کلامی و با هم صحبتی با آنها از این تبرک برخوردار بشود و طلب خیر بکند از صحبت آنها و از اعمالی که آنها انجام میدهد. انسان یاد بگیرد که چی اعمال خوب و اعمال نیکی انجام میدهند، یا اینکه انسان از دعای آنها که زنده هستند از آنها طلب دعا بکند، میشود که با دعای آنها هم تبرک جست و طلب خیر کرد، یعنی اینکه از آنها بخواهی که برای تو دعا بکنند و برای تو خیر ان شاء الله بخواهند از الله سبحانه و تعالی. اما در مورد غیر از اینهایی که بیان گردید، نمی شود به آثار صالحین تبرک جست، مثل که به آثار و به جسم مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم می شد تبرک جست، به آثار و به جسم صالحین و به ذات صالحین نمی شود تبرک جست. و ما مفصل این بحث را به خدمت بینندگان عزیز در بخش تبرکهای
مشروع و تبرکهای شرعی به خدمت بینندگان عزیز بیان کردیم و مفصل در موردش بحثهایی کردیم که انشاءالله در آینده هم در این مورد بعضی از مطالبی بیان خواهد کردید. این که بعضی ها به لباس شیخ یا به لباس صالحی از بندگان صالح پروردگار سبحانه و تعالی یا به آنچه که از بدن او بیرون می شود، مثلا به عرق او، مثلا به موی بدن او، مثلا به لعاب دهانش یا با آب وضویش تبرک می جویند، اینها شرعی نیست، اینها بدعت است، اینها منکر است. نمی شود آثار رسول الله صلی الله علیه و سلم و جسم مبارک پیامبر علیه السلام را با دیگر انسان ها قیاس کرد. این قیاس مع الفارق است، قیاس باطل است. بیننده گرامی، بیننده عزیز، صالحین احترام آنها به جای خود، محبت آنها به جای خود، این که خداوند به آنها چی مقامی داده اعتراف. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. اینها بندگان متقی الله هستند که اولیای الهی هستند، احترام آنها به جای خود. ولی مواظب باشید که وقتی شما این اعمال را انجام می دهید، نه این که با آنها احترام ندارید، بلکه توهین می کنید. توهین به یکی از بزرگان هست، توهینی به صالحین هست، توهینی به اولیای از اولیای خداست که انسان برود و از آثار او تبرک بجوید. چون این انسان در مقامی نیست که از او تبرک بجویی. این خود انسان خودش را از به این مقام نمی داند که تو این مقام را برای او تراشیده ای و این مقام را برای او می گویی. بنابراین تبرک به آثار صالحین بدعت است، منکر است، نباید انجام داد. ما بعضا انسانهایی را می بینیم که حتی به آثار صالحین که نه، این که خیر، با آثار صالحین که خیر، حتی به حیواناتی که صالحین دارند، به حیوانات صالحین تبرک می جویند. عجیب است. داستانهای عجیب و غریب و داستانهای شاخدار انسان گاهی می شنود از بعض مردم که چی کار می کنند این عده از مردم. تبرک می جویند به حیوانی که از شیخ است، به حیوانی که از این مرد صالح است. چون این انسان نیکی هست، این نیکیش به حیوانش سرایت می کند. عجیب است. به هر صورت بینندگان گرامی، اینها مسائلی است که باید ما متوجه باشیم، اینها مسائلی است که باید ما توجه با آن داشته باشیم. یا بعضن به قبور اولیاء الله و به قبور انسانهای صالح تبرک می جویند، خاکش را بر می دارند و خرافات دیگری انجام می دهند که انشاءالله در بحث بدعات قبور این موضوع را به خدمت بینندگان عزیز مفصل تر توضیح خواهم داد. فقط حالا بدانیم که تبرک به قبر اولیای از اولیای خدا، وقتی به قبر پیامبر علیه السلام جایز نباشه، به طور اولا به قبر دیگر انسانها اصلا و ابدا جایز نیست. یا این که بعضی ها به قدمگاه صالحین، چنانچه در بخش قدمگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از میان برنامه به خدمت شما عزیزان مطالبی را بیان کردم، در بخش صالحین هم همچنان بعضن در جای به هر حال ساخته اند که اینجا قدمگاه فلانی هست، اینجا قدمگاه فلان صحابی هست، قدمگاه فلان اولیا از اولیای پروردگار سبحانه و تعالی از فلان ولی هست و آنجا را می روند تبرک می جویند، دست می کشند، آب بر می دارند، آب می ریزند و می گیرند و می خورند و خاک بر می دارند و به همین ترتیب. این کارهایی که اصلا نه عقل انسان اصلا اجازه برای انسان می دهد، نه اصلا در نقل همچون چیزی وارد شده، فقط شیطان این کارها را برای انسان مزین می کند. بله بینندگان عزیز، اینها هیچ مدرک شرعی ندارد که ما به قدمگاه شخصی یا به اقامتگاه شخصی، مثلا گاهی ما میبینیم بعضی از مردم میروند به جای اینجا کجاست؟ اینجا تولد فلان ولی از اولیای خداست، برویم اینجا نماز بخوانیم.
این نماز در واقع توسط این نماز تبرک میجویه به این جایی که این شخص متولد شده، این ولی از اولیای خدا متولد شده. وقتی در مکان تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم جایز نباشه، چطور میتواند به دیگرها جایز باشد؟ به کدام دلیل؟ کدام استدلال قوی این را تأیید میکند؟ در کدام جا همچون چیزی آمده؟ اما این که در کتب خرافی بعضی ها آماده باشه برای ما دلیل نیست. بله، اینها برای ما دلیل نمیتوانه باشه، حجت برای ما نیست. یا بعضن در جایی که مثلا او عبادت میکردن، میرن مینشینن عبادت میکنن، داخل غاری، داخل کویی، داخل خانهش عبادتی کرده اون مرد صالح، اینها هم میروند اونجا عبادت میکنند و فکر میکنند که عبادت در اینجا بیشتر قبول میشود نسبت به جاهای دیگر. یعنی میخواهند تبرک بجویند به این مقامی که این شخص عبادت کرده، اقامتگاه شخص بوده، جایی بوده که نشسته. این شخص هم میره آنجا مینشینه با قصد تبرک و میگه بله فلانی در اینجا نشسته عبادت کرده، به مقام و جای رسیده، من هم در اینجا می نشینم و به هر صورت به همین ترتیب تبرک می جویه. اینها خلاف شرع هست، هیچ دلیلی در این مورد وجود ندارد. پس بناهن بینندگان عزیز و گرامی، آنچی که نسبت داده می شود به اقامتگاه حضرت علی، به اقامتگاه حضرت فاطمه، به اقامتگاه حضرت عمر، به قدمگاه اینها یا به صالحین دیگر که در هر شهری کسی وجود دارد، حالا در میان فارسی زبانهای ما من نمیدانم کل شهرها خود اسمای آنها را بلد نیستم و کل زیارتگاه ها را نمیدانم، ولی هر کس میتواند خودش اجتهاد کند در این مورد. هر کس در شهرش، در منطقهش همچون جای وجود داره، بدانه که این در واقع چیزی است عبث و بیهوده و چیزی است که مردم را با آن میفریبند. عده دنیا طلب، ادهی که به دنبال اینن که از این طریق امرار معاش کنن، مردم عوام و بیچاره را، مردمی که از علم دین آگهی ندارن، آنها را فریب میدهن به نام صالحین، به نام پیامبر، به نام ائمه، به نام امامان و به نام بزرگان و اولیاء الله، آنها را فریب میدهن و جیب آنها را خالی میکنن، جیب خود را پر میکنن و بعدش هم اگر کسی با آنها مخالفت کند، نعوذ بالله، میگوین این به پیامبر محبت نداره، این به بزرگان دین بی احترامی میکنه، در حالی که بزرگان دین نیست، بحث پیامبر نیست، بحث بزرگان دین نیست، بحث جیب است، بحث پول است، بحث این است که این روزی خود را از این طریق به دست می آورد. الله سبحانه و تعالی هدایتشان کند تا مردم را به این طریق به سوی گمراهی و به سوی فلاکت و بدبختی نکشانند. الله سبحانه و تعالی امت اسلامی را بیداری بده تا درست به این موضوعات بفهمند. یک سری شبهاتی اهل بدعت وارد می کنند بر استدلالشان، بر اینکه تبرک جستن به آثار صالحین اشکال ندارد. البته آنها می گویند که انشاءالله این بحث را میگذاریم به برنامه بعدی، اگر پروردگار سبحانه و تعالی بر ما توفیق داد، در برنامه بعد به این موضوع مفصل خواهیم پرداخت. حالا چون وقت برنامه ما به اتمام رسیده، همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.